سرخط خبرها، غافلگیری بزرگ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای غرب، ارسال بسته‌های خونین به سفارتخانه‌های اوکراین در اروپا و شرط مهم پوتین برای مذاکره و صلح با اوکراین و غرب. به نام خدا، سلام به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد حرکت پرسرعت و پرشتاب به سمت توسعه نیروگاه‌های اتمی آغاز شده است و به زودی خبرهای خوب و غافلگیر کننده‌ای برای غرب داریم. به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه آغاز عملیات احداث نیروگاه اتمی کارون با برشمردن اهمیت تولید برق از فناوری هسته‌ای اظهار داشت دولت در حال حرکت به سمت تولید انرژی و سوخت ارزان است. به همین منظور توسعه نیروگاه‌های اتمی در دستور کار این سازمان قرار دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه حرکت پرسرعت و پرشتاب به سمت توسعه نیروگاه‌های اتمی آغاز شده است، افزود آغاز عملیات نیروگاه اتمی کارون در همین راستا صورت گرفته است تا سهم انرژی هسته‌ای در سبد برق کشور را به حدود 20% برسانیم. این مهم گام بزرگی در افق 20 ساله این سازمان محسوب می‌شود و امید است این سرمایه‌گذاری انجام شود. اسلامی از توسعه کاربرد پرتوها در سطح کشور به عنوان یکی دیگر از اهداف و سرفصل‌های مهم مورد توجه در سازمان انرژی اتمی عنوان کرد و ادامه داد برگسترش کاربرد پرتوها در کانون‌ها و مراکز اصلی تولید و توزیع محصولات متمرکز خواهیم شد. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نیروگاه اتمی استان خوزستان به خاطر بدعهدی خارجی‌ها سالیان سال متوقف مانده بود ادامه داد با استفاده حداکثری از توان ساخت داخل اولین بخش از این پروژه را آغاز کردیم که شامل آماده سازی سایت برای احداث ساختمان اصلی است و در راستای اجرای سند جامع راهبردی توسعه نیروگاه اتمی را دنبال می‌کنیم. وی با بیان اینکه نیروگاه 300 مگاواتی دارخوین برای جنوب غرب کشور به ویژه استان خوزستان مهم است تأکید کرد. امیدواریم در گام نخست ساخت نیروگاه‌های کوچک بتوانیم نیروگاه 300 مگاواتی دارخوین را احداث کنیم تا فصل جدیدی در ظرفیت صنعتی و فناوری کشور ایجاد کنیم و همچنین این فناوری را در سطح کلی نیز گسترش دهیم. پس از ارسال نامه حاوی مواد منفجره به سفارت اوکراین در پایتخت اسپانیا، طبق اعلام وزارت امور خارجه اوکراین، سفارت‌های این کشور در دست کم 5 کشور اروپایی بسته‌های خونین مختلفی حاوی اعضای بدن حیوانات به ویژه چشم‌ها دریافت کردند. به نقل از تارنامه ال کنفنسیال اسپانیا، سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرد مقرهای دیپلماتیک این کشور در مجارستان، هلند، لهستان، کرواسی، ایتالیا و همچنین چندین کنسولگری کشور از جمله کنسولگری در برنو در جمهوری چک بسته‌های خونین با چشم حیوانات دریافت کردند. این مقام اوکراینی با بیان اینکه بررسی‌ها برای دریافت معنای این پیام‌ها در حال انجام است گفت بسته‌ها به مایعی با یک بوی خاص آغشته شده بودند. وزارت امور خارجه اوکراین همچنین از حمله چند نفر به سفارت اوکراین در قزاقستان و اقامتگاه سفیر این کشور در واتیکان خبر داد. نیکولنکو با تاکید بر اینکه نهادهای دیپلماتیک این کشور مورد حمله‌های متعددی قرار گرفته‌اند، به ارسال نامه‌ی حاوی مواد محترقه به سفارت اوکراین در مادرید اسپانیا نیز اشاره کرد که باعث زخمی شدن کارمند این مقره دیپلماتیک شد. دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین نیز با متهم کردن روسیه به وقوع رویدادهای روز اخیر این اقدامات را کمپین ترور و ارعاب توصیف کرد. این در حالی است که سفارت روسیه در مادرید ارسال بسته‌های حاوی مواد منفجره به سفارت اوکراین در این کشور را محکوم و اعلام کرد ما هر گونه تهدید یا اقدام تروریستی را محکوم می‌کنیم. به دنبال وقایع اخیر نهادهای دیپلماتیک اوکراین در بالاترین سطح وضعیت هشدار و شرایط امنیتی قرار دارند. همچنین همکاری‌های کیف با کشورهای اروپایی که محل رخدادهای اخیر بودند به منظور روشن شدن حقایق و تحلیل ابعاد این تهدیدها ادامه دارد. موسکو میگوید که خودداری غرب از به رسمیت شناختن سرزمین‌های جدیدی که از اوکراین تصرف کرده مذاکرات صلح را دشوارتر می‌سازد. به گزارش بی بی سی روسیه میگوید که برای مذاکره آمده است اما نه در مورد درخواست غرب برای بیرون شدن از اوکراین. شب پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که آماده است با ولادیمیر پوتین همتای روسش ملاقات کند اگر او به پیدا کردن راهی برای پایان جنگ علاقه‌مند است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور
جمهوری فرانسه که در کنار جو بایدن در کاخ سفید حرف می‌زد گفت که هر دو هم نظرند که هرگز از اوکراینی‌ها نخواهند خواست که به سازشی تن دهد که برای آنها قابل قبول نباشد. این در حالی است که ارتش روسیه مجبور به عقب نشینی در جنوب اوکراین شده و همزمان حملات گسترده‌ای را به زیرساخت‌های غیر نظامی انجام می‌دهد. در همین حال صدر اعظم آلمان در صحبت تلفنی یک ساعته با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از او خواست تا راه‌های دیپلماتیک برای خروج نظامیان روسیه از اوکراین را به زودترین فرصت جستجو کند. صدر اعظم آلمان در این گفتگو حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین را محکوم کرد و بر عزم کشورش برای حمایت از اوکراینی‌ها در تضمین توان دفاعی آنها در برابر روسیه تاکید کرد. سخنگوی دولت آلمان در این خصوص تاکید کرد برلین مصمم به ادامه حمایت از اوکراین در برابر حملات روسیه است. شولز در این تماس تلفنی از پوتین خواست تا هر چه زودتر نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، اما رئیس جمهوری روسیه از این گفتگو برای محکوم کردن جبهه غرب در اوکراین استفاده کرد و گفت که حملات علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین ضروری و اجتناب ناپذیر است. کرملین در بیانیه پس از تماس صدر اعظم آلمان اعلام کرد روسیه مدت هاست از حملات موشکی با دقت بالا به اهداف خاصی در اوکراین اجتناب کرده، اما اقدامات اخیر مسکو در مواجهه با حملات تحریک‌آمیز کیف ضروری و اجتناب ناپذیر است. به گفته پوتین، کیف مسئول انفجار پلی است که کرمه را به روسیه متصل می‌کند و تاکید کرد مسکو حق بمباران زیرساخت‌های انرژی اوکراین را دارد. و دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از ادامه درخواست‌های مکرر و بی‌نتیجه کشورش از اعضای ناتو برای دریافت سامانه دفاع موشکی پاتریوت خبر داد و خواستار تصمیم‌گیری ناتو در این باره شد. به گزارش پولست نیوز، وزیر خارجه اوکراین می‌گوید زمان تصمیم‌گیری در مورد ارائه سامانه دفاع موشکی پاتریوت به کشورش فرا رسیده است. دیمیترو کولیبا در مصاحبه با CNN که جمعه شب منتشر شد گفت ما مذاکرات در مورد دریافت موشک‌های پاتریوت را در همان ابتدای جنگ حتی قبل از جنگ آغاز کردیم، اما اکنون زمان تصمیم گیری فرا رسیده است. کولیبا افزود با همتایان آمریکایی و آلمانی خود در مورد این سامانه صحبت کردم، زیرا آنها صاحب فناوری پاتریوت هستند، اما هنوز تصمیمی در پنتاگون یا در سطح ناتو در این خصوص گرفته نشده است. وی گفت از نشست‌های وزیران ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در این باره استفاده می‌کنیم. دیمیترو کولیبا روز سه‌شنبه نیز در آستانه نشست وزرای خارجه ناتو در مصاحبه با پلیتیکو گفت بدون سرمایه گذاری روی تولید تسلیحات نظامی بیشتر پیروزی در میدان جنگ در طولانی مدت امکان پذیر نیست. کولیبا ادامه داد همزمان با نبرد فعلی در میدان جنگ ما باید به فکر آینده جنگ هم باشیم. به همین خاطر کشورهای ناتو باید شروع به تولید تسلیحات نظامی بیشتر کنند. وزیر خارجه اوکراین هشدار داد در غیر این صورت ما نمیتوانیم در این جنگ پیروز شویم. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.